خالقمان زیباست زیبا خلق می و زیبا دوست دارد بیننده های خوب برنامه تن سالم سلام شما را خوش آمد می گوییم به یکی دیگر از برنامه بسیار جالب تن سالم شما در جریان هستیم که از طریق صفحات اجتماعی موضوع لکه های جلدی را مورد بحث قرار دادیم و تعداد زیادی از سوال شما هموطنان دریافت کردیم امیدوار هستیم که در این برنامه با مهمان خوبی که داریم جوابگوی سوالات شما باشه هموطنان عزیز مهمان امروز برنامه دکتر قرسنه عادل متخصص امراض جلدی و زیبایی از کشور هندوستان و شف دپارتمنت جلدی و زیبایی آریانا بی کامپلکس با خود داریم دکتر صاحب سلام خوش آمدین به برنامه سلام خدمت شما و خدمت بیننده های عزیز پروگرام تن سالم تشکر دکتر صاحب خوب است بیایم از شروع سوال قسم کنیم ما خو در موضوع لکه های جلدی بسیار سوال دریافت کردیم که لکه های جلدی خودش چی هست؟ قبل از اینکه بریم در لکه های جلدی امی خود رنگ های جلدی چی تو با و, و بعد از اون لک های جلدی چی هست؟ بله چون ما میفهمیم جلد انوای مختلف داره ما هفت کتگوری یا هفت تقسیم بندی از جلد داریم از یک شروع شده تایپ یک الا تایپ هفت و ای مربوط به ساختار نارمل جلد ما میباشه مثلا مقدار میلانین میلانین مواد است که اتاوسته حجرات ميلانوسايت یاره رنگ ساز وجود مو ساخته میشه و به せ به وجود آمدن رنگ نورمال جلد میشه و هم چن مربوط به واسکولاریتی یا مقدار رگ های کده در جلدس مربوط به یک تعداد مواد دیگر مثلا کراتینس مربوط بازو میشه مربوط به بعضی عوامل ژنتیکی مثلا ژنتیکلی مو قدم نوا جلد داریم دلیل به وجود آمدن لک های جلدی است اگر بگیم به زبان طبی اسباب عمده لکه های جلدی چی است اسباب عمده شعای آفتاب است الترا وایلت لایتس همچنان هورمون هاست کاسمتیکس است مواد زیبایی که استفاده میشه پروکس که استفاده میشه برای زیبایی جلد خانم ها زیادتر استفاده میکنن علاقه مندستن در صورت که کوالیتی خوب نداشته باشه از باعث لکه های جلدی شده میتونه و همچنان این رو یادآور شدیم قبلا هم که خود بعض از التهاباتی که در وجود به وجود میایه بعد از او هم لکه های جلدی به وجود میایه دواهای استفاده میکنیم مثلا زیادتر دواهایی که سیستم های عصبی و آنتی کالونجان میگیم از او دواها استفاده میشن زیادرشان باعث لکه های جلدی میشن دکتر سیف شما در صحبت هایتان گفتین که عوامل جنیتیکی هم هست پیش بعض خانوم های حامله تغییرات جلدی یا تغییرات رنگ جلدی یا لکه های جلدی با وجود می نزد بعضیاش به وجود نمی آیا ای به خاطر تغییرات هورمونی است آیا به خاطر تغذیه مادر است یا یکی جنیتیکی می باشه؟ سیاتر لکه های که در حامل داری به وجود می ماسک آف پرگنینسی او را می گیم. یعنی لکه است که در حامل داری به وجود می و علت از تغییرات هرمونی است. ای باید من یادآور می شدم در قسمت علت ها که یکی از علت های خاصش هرمون است. مثلا هرمونات که در جریان داری به طور نارمل بلند میره بايسه ماسک اوف پریگننسي میشالله که ا یکر عامه داری به وجود میام همچنان دواهای اورال کنٹراسپتیو میګم دواهای که برای وقفه های ولادی به استفاده میشه و دواهای که هورمون ریپلیسمنت تراپی میګم که د عمرهای مینوپوز یا بر افراد که عادتای ماهوارشون بند شدن و در اونها بعض از مشکلات هورمونی به وجود میبرنه هورمون ميدن ازاسره ازو نو هم لکه های جلدی به وجود میا ډاکټر غرسنی عادل د جلدی ناروغي او اوخ کلامه متخصص په آریانا ټي وي کمپلیکس کې دا چمنګه اوس په آریانا ټي وي کمپلیکس کې د جلدی ناروغي او اوخ کلا ډپارټمن فټتاح کړي مونګه ته اسري ټي وي وسایل او ماشيناله تو او لیزر پښتونکو ته جلدی ناروغي او اوخ کلا وندستون څه ده حل لپاره د ګران هیوادوالو په چوپړ کې لکای های جلدی را دکتر صاحب از دیگرشان شما تفریق میکنین چرا که شما گفتین اسبابش فرق میکنه دلیل های وجود آمدن لک های جلدی چطور را تشخیص میکنین؟ البته تشخیص تفریقیش از روی منظری که به وجود آمده از ای که آیا درمل یا اپی درمل است او را باید تشخیص تفریقی کنیم مثلا در طبقه دوم جلد ماست و اپی درم طبقه بیرونی او هم ما می تشخیص تفریقی کنیم به خاطر که بعضی از لکه هاس که ما میگیم سطحی به وجود می مثلا ماسک آف پرگنینسی لکه های جلدی که دا جریان عامله به وجود می آید سطحی می باشد در طبقی اپیدرم می باشد او به شکل به وجود می که که باترفلای ما او را می که سر بینی اطراف کومهها ها پیشانی و بعض اوقات نادرن پشتل از روی از اونا هم میتونیم تشخیص کنیم و دیگه درماتوسکوپی میگیم یکی از وسایل تشخیصی ماست توسط از او ما میتوانیم رو تشخیص کنیم که در کدام طبقه است و علتش چیست؟ علتش خودش در تشخیص تفریقی به ما کمک میکنه که علت لکه های جلدی چی بوده؟ آیا عامل محیطی بوده؟ مصاب شدن زیاد به شعای آفتاب است آیا تغییرات هرمونی است تاریخچه از این گرفته ما به این قادر میشیم که اونا را از یکی دیگه تفکیک کنیم بسیار عالی دکتر ما شما خو تا اینجا فهمیدیم که چطور تشخیص بکنیم چیزی که برای همه مهم است حتی برای بیننده های ما این است که آیا تداوی داره یا خیر اگر تداوی داره چه نوع تداوی میکنیم شما روش های تداوی چطور است د تداوی پرarabangsa شروع تداوی بلشتہ ده ممکن ده خوشبختانه په سینه حالاتو کې مونږ ډیر پیشرفته او ډیر پرمختللې وسایل لرو ماشينې الات لرو لیزرز لرو او موزي د تداویګان هم شتدي په لومړی قدم کوم چې مونږ هميشه د موزي تداوینه شروع کوو کیریموندي جلوندي دا سه فیس واشونه یا مای ا سابونه دي چې په ترکیب کې دا سه مواد لري چې د خپل د لاکو د من زوړل کې رول لري او په دوهم قدم کې مونږ رازو لیزرز لیزر سملرو دا سه لیزرونه دي لکه کیو سويچ لیزرز دي چې د لاکو په من زوړل کې ډیر ښه نتاي جوړ کوي او په سيني اثر کې مونږ انجکتیبلز هم لرو زرقی تداویگانی دی دا تداویگان اوس من غلی چې زرقیت بوسته هم د لکو د منځ وړل لپاره مونږه است. کار غستل بسیار عالی دکتر صاحب اگر شما ای که گفتین چې به شکل لیزر گفتین چې به شکل زرقی گفتین چې به شکل موضوع یا لوکل که کرم ها میتین جل ها میتین تداوی شوه آیا امکانش هست که دوباره لکه ها به وجود بیای یا خیر بعد از تداوی بله بله دا امکان لري زکه موږ وای دا یو کومپلکس ناروغی ده مختلف عوامل لري که چیر ته مونږ د هغې عوامل په منځه وړل وکې پس ما ته توجه وکړه موږ خپل لغت زندگی طریقې لايف سټایل چینج رانور تغییر ورنکړو او, آو منظم ډول تداوی و نه خلو په هغه میته چې یو ډاکټر توصیه کینې روغتیا په مرګه رويشونه مختلار نشي نو دا ممکنه دا ده چې دوپاره راشي دوپاره راته چانس سي ډېرته خصوصا او بازي حالتو کې مونږ ویلې شو چې کچیرته په سماتوګه تداوی هم شي په سماتوګه ډاکټر هم توجه کوي مریض هم باز باز حالتو کې شل فیصدبي هم درته چانس شته در قسمت تداوی ها شما از لحاظ میدیکل یا دوایی گفتین و یا روش های متفاوت مثل لیزر آیا تداوی های خانگی هم میتونه برای از بین بردن لکه ها استفاده شد چون که در صفات اجتماعی به اندازه کافی برای تدایی لکه های جدی موضوعات هست بعضی کریم ها هستن که شرکت های تجارتی رو ساختن و بعضی جل ها هست بعضی اسکریپ ها هست و بعض مردم ویدیو ها ساختن که مثلا اصل استفاده کنی به لک های جلدی خوب است مثلا بادرنگ استفاده کنی و انواع ماسک های جلدی و اینا هم تاثیرات خودش دارن یا خیلی؟ در قسمت استفاده از دواهای خانگی باید متذکر شم که اونا هم فواید خود دارن بخاطر چیزهای که طبیز عوارض ندارن البته الویرا هم بعض اوقات باعث اساسیت های جلدی میشه او را باید خود مریض نوت کنه اما بهتر خواد بود که به صورت منظم تحت نظر یک دکتر متخصص برای از بین بردن لکای جلدی خود منظم یک مریض باید پیش دکتر در قسمت وقایت دکتر میخویم از شما بشنویم چیکار کنیم که اکثریت مردم چه طبقه زکور است چه طبقه اوناس است چه خانوم است چه مجرد هستند؟ دچار لک لکای جلدی نشوند در قسمت وقایع ما چند نقطه باید نظر بگیریم یکی روش های زندگی ماست مثلا خواب درست رژیم غذایی درست چون که جلد هم به تغذیه منظم ضرورت داره ویتامین هایی که ضرورت داره منرال هایی که ضرورت داره از خاطر باید رژیم غذایی منظم داشته باشیم همچنان خواب منظم سوی استرس یا تشوشات روحی ما باید کم باشه زیر کنترل باشه و همچنان در پالویش باید عوامل فیزیکی باعث لکه های جلدی میشه او را هم باید کنترل داشته باشیم مثلا اوقات کاری ما وقت بیرون میریم بین ساعت نو الا چار باشه شعات مزره زیاد می باشه. باید از ماسکریم های زدافتاب استفاده کنیم همچنان وقت خانم خانه در خانم می باشه ویزیبل لایتز ما میگیم یا شعات قابل, مشاهده شعات قابل مشاهده هم باعث تشدید لکه ها میشه چی بیرون باشیم و چی در داخل سانه باید همیشه از گریم های ضد آفتاب استفاده کنیم بخاطر که زدافتاب آفتاب تنهایی نیست که شعات بیره بلاک کنه شعات ای که باعث پیری زودرس میشه ما او میگیم براد سپکترم سنسکرین یعنی سنسکرین های هستن کریم های زده آفتاب هستن که هم باید بیرون استفاده شد و هم در داخل چی در بیرون کار میکنی و چی در داخل از خان هستیم چون شعات آبی میگیم بلو لایتز اونا هم باعث تجدید لکه ها و باعث پیری میشه باید از کریم های زده آفتاب و صورت منظم استفاده کنیم و یک نقطه را می خواهیم یادوار شوم که در قسمت لکه ها زیادتر از مردم متاسفانه خود سرانه تداری می گیرن. و از کریم ها استفاده می کنن که ما تریپل کمبینیشن میگیم که در ترکیب از اونا زیاتر ستیراید موجود می باشه و ستیراید بیش از حد به صورت غیر منظم استفاده کردن خودشان باعث خرابی جلد باعث تشدید لکه ها میشه دیگه در این نقطه باید توجه کنن که کریم هایی که استفاده می همیشه به مشوری یک دکتر بگیرن اونا می که بر کدام نوه لکی جلدی از کدام نوه کریم و از کدام ترکیب استفاده کنن به کدام نو و به کدام روش استفاده کنن و به چقدر زمان استفاده شود چی وقت قطع شود تداوی چی وقت به صورت متواتر یا تدریجی سویش با تر بره چی وقت زیاد شود از او خاطر تدابير باید به با شکل منظم گرفته شود تا عواقب خراب نشه بسیار علی داکتر سوی سوال میخویم همي جب امراض دندش تا به شم چر کی نظر و تخصص سنی کی دارین راز جوانی خودتان چی ام دپست کی دتراوت اوزان پد کی دول پاره یو مهم راز ده چې مونږ خپل دپست کی اغه نیازمندګانه به پوره کو ضرورتونه پوره کو ست اړتیا لری ما مخ که هم ذکر کړ مصاللن منظم خوبته تغذیه سیستم مې منظم وي په څنګه کې مونږ د فزیکی عوامل څخه ګټه واستکم ساتو منظم د زړه او فټاب څخه یا د مرزات گیرمو څخه استفادہ وکړو او اړشمات کم کړو د ضرورت پاساس نو همدغه د جلد ترات تازوالی او ښایسته تشکر دکتر صاحب به خاطر که همکاران تخنیکی ما کردن وقت برنامه کم هستن، خوب است در آخر پیام شما را به خصوص برای خانم های عزیز داشته باشین بخاطر خاطر ازی که عمر زیبا بودن جلدشان شاداب بودن و جان موندن جلدشان طولانی تر بکنن چه کار بکنن به آخر که به زما پیام طول و حوادوالتا بخصوص میرمان و تدعوی. چ د جلت د ترवत او خاص د پرابیت هغه ټکي په پام کې پا ولري چې مونږه غي نه یادونه وکړو یعنی کپکور کی وی کبیرون وی خاص د وجوب د جلت ولري او د لکو په برخه کې د تشويشونه لرو ځکه لکه یوس د تداوی ورته لای ضرورت لرو ماشینو نه موتور تداویګانو سوجت لري چې دا غي په واسطه کول شو د لکونو مخنیوي او کو وقایتم میتودونه لارو تداوی لپاراملر او کچیرتا پاینده کی بیا را من چې تا کی بیا هم غوښتل کوشش وکول نو باید خپل پوستکی ته خاصه توجه ولرو او هغه ټوله ټکو ته پام ولرو چې د پوستکی ته راو ته هايست سبب کیږي او یو خاص مساج ټول تلرم چې یو خاص پاین ټول تلرم چې د خپل سري تداوینه وایټ ټوک همتنان خوب برنامه تن سالم این بود یکی از برنامه جالبی جالب دیگه ای که همراه دکتر صاحب داشتیم تا برنامه بعدیش شما را به خداوند پاک و مهربان بسپارم خدا نگهدارتان